ببینید دوست عزیز، من از سال 2003 تا حالا تلویزیون اینترنتی رو باز کردم و کار کردم. از سال 2006 به صورت جدی و از سال 2008 به صورت تمام وقت وقتم رو گذاشتم. بعضیا باور دارن که من تجربه‌ام توی این کار زیاده. ممنونم که اینجوری فکر میکنم. خودم باور دارم من 5% این چیزایی رم که برنامه‌ای رو که دارم بیشتر بلد نیستم. 95% هنوز ناشناخته و آنون برای من. خب این دوستمون زنگ زده بود، گفته بود که اول پرسی کرده بود، ممنونم، منم امیدوارم شما خوب باشید. و ایشون خودش هنرمنده، با دوستای هنرمندشون این ور اونور کار میکنن، زحمت میکشن، کارهای داوطلبانه انجام میدن که خیلی قابل ستایش و قدردانی. و گفته بودن ما میخوایم یه تلویزیون باز کنیم. من بر اساس تجربه‌ای که دارم به خیلی ها کمک کردم، تلویزیون رو باز کردن، وقتی هم باز میکنن مشکل دارن راهنمایی اینا. بعد به این نتیجه رسیدم که آدمای قدردانی نیستن. مثلا آقای بهبانی وقتی که به خواهش خانم لیلا انصاری من کمکش کردم، خب به حالا وضع آنچنانی نداشت که من توقع داشته باشم پولی بده، ولی اون نامردمیش رو ثابت کرد و دو تا نامه تشکر حتی نداشت. برید اولین برنامهش رو نگاه کنید، میگه سربی یه هولی به ما داد. مگه من ماشین هول بده هستم؟ من برایت وقت گذاشتم، روزا میخواستم برم دوش بگیرم، حمام، برنامه بذارم، زنگ زدی راهنماییت کردم و اینها بماند. افرادی مثل این اشخاص من رو پشیمون کردن. ولی خب هستن افرادی هم توی جامعه ما مثل خانم شهره عاصمی که من وقتی که کمک کردم به ایشون سال 2010 ایشون تلویزیون ایران ما رو راه انداخت، چندین بار ایشون تشکر کرد. هنوز تا هنوز هر وقت می‌نویسه تشکر میکنه. خب این افرادم هستن. حالا من به یه نتیجه رسیدم. برای اینکه ما هر چیزی رو مجانی به هر کسی میدیم، این رو هم من از آقای حخا یزدی یاد گرفتم. یه دفعه یه چیزی رو دو سه بار براش گفتم یاد نگرفت. بعد بهش گفتم آقای یزدی، شما میایید تو تلویزیون میگی من 3000 صفحه کتاب اینجوری ورق بزنید، بعدن بهتون میگم صفحه فلان فلان چی نوشته. بعد اینجوری چرا اینجوریه؟ گفت که میدونی چرا؟ گفتم نه. گفت برای که براش پول نمیدم یاد نمیگیرم. شما این $100 از من بگی، اگه من خوب یاد نگرفتم یه بار دیگه به من بگو. خدا شاهده $100 داد، من یه بار دیگه براش گفتم. دفعه دیگه گفت که حالا میخوای به امتحان پس بدم؟ گفتم بفرما. همه رو بلد بود. گفت ببین هر چیزی رو ما مجانی میگیریم قدرشو نمیدونیم. آقا این گل باغچه، گل نمیدونم خیابون، رو کفشمون میاد تازه پاکش میکنیم میریزیم دو، ولی یه انقدر الماس $1000 میخریم، مواظبیم خانممون میخواد دستشو بشوره، مواظب این نیفته توی سوراخ دستشویی و فلان و بیسار، خودمون میریم بیمش میکنیم، میخوایم بریم مسافرت میریم میزنیمش تو بانک. پس به این دلیل دوست عزیز من، اگر شما میخوان من 3 ساعت توی 3 ساعت براتون انکودر رو میذارم، این چیزی که آقای شهرام همایون سالها پیش آقای حسیبی به من گفت ایشون $4000 میگیره، همین آقای حسیبی، من بهش گفتم آقا خب اگه اینجوری من میام برات اونجا درستش میکنم $1500. گفت خیلی هم خوب. بعدش گفتم آقا اصلا لازم نیست من بیام اونجا. گفت مگه میشه؟ گفتم آره اینجوری. و قرار شد $500 بده، همونم قهر کرد و سال 2006 هم بله ایشون قهر کرد، قهر کرد و از آلمان زنگ زد چرا آقا به آقای رضا شیرازی برنامه دادی و اینها. یعنی ایشون بار اولش نیست، اون موقع یه سری پولمون رو نداد. سال پارسا پیلارسال بود که اومد اینجا با آقای پارسا بناد، پول مسافرتشون رو مثل که از جیب من برداشتن $400 اون موقع ندادن. آخرین بارم که اینجور، از چی بگم من؟ از ما ایرانی های بگم که به هم که میرسیم آقا من میلیونرم، کشتیام رو آب داره، نفت میبره، شکر میبره، قند میبره، فلان میبره، همچین که میخوان پول بدیم آقا من پول ندارم، باید برم اینجا ببینم دارم، برم اونجا ببینم دارم. یکی از دوستا گفتم آقا خوش به حال ما ندارا، چون میگه آقا 2000 داری دست میکنیم تو جیبمون، یا داریم یا نداریم. ولی اینایی که پول دارن و ادعا میکنن، هر وقت بهش میگی پول دارم میگه بذار با خزانه دارم صحبت کنم، با آبدارچیم صحبت کنم، با رئیس دفتر صحبت کنم، با دوستم صحبت کنم، با شریکم صحبت کنم، انقدر شما رو سر میدونن که بعدم مثل آقای زاکری $700-$800 یه جا، یه $700 یه $800 ما رو خوردن و رفتن، ما رو مأمور دولت ایران کردن، جاسوس کردن. اصلا فامیلای ما همشون از ایران، از مادرشون که دنیا میان مأموره. چقدر پستی، چقدر رزالت. اینجوریه، برگردیم به تلویزیون درست کردن. من هر کسی بخواد حاضرم
کمکش کنم براش کمک نه کار کنم براش، 3 ساعت تلویزیونش درست کنم، ضمناً احتیاج به کمک من ندارید، برید روی گوگل مجانی تلویزیون دارید، برید روی یوتیوب مجانی تلویزیون دارید، برید روی جاستین تی وی مجانی تلویزیون دارید، برید روی یو استریم مجانی تلویزیون دارید. ولی اونایی که رفتن مثل آقای حسن صبری حسن پور مثل دیگران دیدن آقا هیچ چیزی مجانی نیست، there is no free lunch. وقتی یه نفر به شما نهار مجانی میده $5-$10 میخواد قد $500 ازت کار بکشه، شما زبل باش، $5 بده $500 تو نگه دار. اون دوست عزیز هنرمند و دیگر هنرمندان و دیگر سیاستمداران و دیگر جنبش نمیدونم چی میگن اینا کنشگران، هر کی میخواد تلویزیون را بندازه $3-$150 ساعتی، مکانیک $100 میگیره، $3-$150 میشه $450. من بدون اینکه شما رو بشناسم، چون شما ایرانی هستی یا دوست داری خودی باشی و تافته جدا بافتی، $300 میگیرم توی 3 ساعت با هر تلویزیونی که یه دونه دوربین داشته باشه و یه میکروفون داشته باشه من براتون تلویزیون را میندازم. اگر دوربین ندارید فقط میکروفون دارید براتون رادیو را میندازم، ولی $300 اول باید دیپازیت کنید، ارسال کنید. بله من به شما اطمینان دارم، ولی شما به من اطمینان داری؟ شما $300 بفرست من برات کار انجام میدم، چون اونای دیگه قبل از شما نشون دادن که قابل اعتماد نیستن. پس این هم جواب اون دوست عزیزمون. و دیگه لازم به تلفن نیست هی تلفن بزنم الو فلان، آقا شما میای من برات تو 3 ساعت یه تلویزیون درست میکنم که شما با 3 تا دکمه، یک کلیک میزنی باز میشه، یک کلیک میزنی استارت، یک کلیک میزنی استاپ. That's it.